زندگی مثل آینه است. اگر با آن لبخند بزنید و شما لبخند میزند. سلام، وقت شما بیننده خوب تلویزیون آریانا بخیر. آرزوی صحتمندی شما را دارم. آرزو دارم هر کجایی که هستین از صحت و عافیت برخوردار باشین و تا پایان برنامه باز هم امشب برنامه خودتون برنامه گپ نو را همراهی کنین. در خدمت شما هستیم بیننده خوب تلویزیون آریانا و خوبانی که همیشه لطف و مهربانی میکنن برنامه شما بیننده هستن. در آغاز برنامه یک شخصیت بزرگوار میآید که امشب هم قرار است که پرده زد کرده. سلام لازم جان. خوب هستین؟ صحت. ما که پرده نه، ما کوشش کردم هم رنگ خودت بپوشم. دیگه این پرده هم رنگ ماست. نه، این رقمش مردانه است. این رقمش چیست؟ اون رقمش پرده ای. تشکر لازم جان. سلام علیک داشته باشم اجازه تست. سلام اون که هله په دهله چې روغ جوړ خوشاله آباد اوسې هر چیرې اوسې د خپل کورنۍ تر څنګ اوسې د ژوند هر خوشالي مو په نصیب شه او هر ستونزه چې په ژوند کې لرې بس الله پاک نه موږ دعا کوو چې ستاسو ستونزه حل شي. بله خبر خوش را وګو که باز بخیر گپای زیاد داریم. ها تاجل. بله بله. خب گپ پس د خوخی خبر به په ګډه سره وګورو او بیرته به راوګرځو گپ نو خبرونه مه هیروي. قرار است امروز نتایج سراسری کنکور 1403 به گونه رسمی اعلان شود. یعنی هر کسی که در 12 سال مکتب چی پارسال فارغ شد چی امسال فارغ شده امتحان داد در کنکور اشتراک کرد امروز سر سرنوشتش معلوم می شود. اصول و قوانین در ډیر مهم دي زه به خپل اصول روانم خپل درسونه مې په ډیر ښه توګه ویلې له ودونو پرډیانو سوشل میډیا څخه ځان ساتلی و فقط خپل هدف مې ټاکلی و او په خپل هدف لپاره مې کار کاوه نو په دې بخش کې ما سره مې خپلې کورنۍ هم ډیر زیاتې کومکونه راسره کړي دي او ډیر زیاتې حمایت کړی یم. خب عزیزان بیننده خبرهای خوش را تقدیم شما کرد نصر جان و چند مورد را که باید بر شما در آغاز یادآوری بکنیم و بعدش صحبت خود داشتیم مهمان هم خود داشتیم یک موضوع البته المپیک پاریس 2024 است که آغاز میشه و همچنان موضوع فوتسال است و کمپانی را که تلویزیون آریانا بنیاد بیات و آریانا نیوز و رادیو آریانا برای انداخته در موردش میخوای صحبت بکنی یا من صحبت بکنم؟ خود تا آغاز کده جریان صحبت میداشته باشی. در مورد برده‌داری مدرن تمام کشورهای روی زمین از جمله افغانستان البته تحت تاثیر ای پدیده قرار گرفته. امروز تعداد زیادی از جوانان و کودکان در کشور ما در دام بردهداری مدرن است و بنیاد بیات تلویزیون آریانا آریانا اف ام به این مشکل نگاه دقیق تر می اندازه و یک کمپاین را راه اندازی کرده که دعوت می کنم شما هم با این کمپاین بپیوندید. تشکر نازم جان و تا جایی که فکر می کنیم همه چیز سرچشمه‌اش یا منبعش فقط یک چیز است، فقط ما دعا میکنیم که انشالله از در افغانستان و در مملکه که کم بیش فقر وجود داره و هم از بین بره تا تمام مشکلات همین مشکلات هم از بین بره دقیقاً. و روز شوه که ما شاید همین موضوعات هیچ نباشیم. اگر ما شاید ازدواج های اجباری هستیم، موضوع ازدواج هایی که بدهی است یا به گونه قرض است و یا ای که کار شاقی اطفال است، تمامش گفته خودت منچهش اقتصاد است. انشالله که این موضوع محو شوه و ما روز شاید باشیم که هیچ مشکل آرزو داریم این کمپاین ما تاثیرگذار باشه و هیچ مشکل را ما در جامعه خود شاید نداشته باشیم. بله. درست است؟ بله نازم جان. تشکر نصر جان لوکس فیشنی. تشکر. یک بغلموی. چطور است مهمان داشته باشیم؟ خب که پس مهمان رو معرفی میکنی کم بیش یا خب مهمان ما کسی هستن که در چوب حکاکی کردن ساعتهای بسیار زیبا رو ساختن و چیزایی را که باز در برنامه شاید خود بیدی. خوب گپ است. اگر موافق باشی مهمان دعوت خوب گپ است. درست است. عزیزان بیننده در ادامه برنامه مهمان می داشته باش.
بایدامی برنامه خوش آمدین ایزا. در آغاز برنامه یادآوری کردیم که جوانه که اینی کارهایی را که فعلا در استودیو میبینین انجام داده. بشیر احمد راسخ جوانه که چی میگن مهارت‌های زیاد داره ولی آنچه که در استودیو میبینین در مقابل نصرالجان میبینیم ساخته های دست در جوان است. بیشتر در موردش صحبت خواد کردیم. خیلی خوش آمدین به برنامه. سلامت باشین. یک سلام خدمت شما، خدمت بیننده‌های عزیز. بشیر راسخ هستم، حکاک یا منبتکار. حکاک و منبتکار. منبتکار. منبتکار چی رو میگن؟ منبت. ما هم دفعه اول از شنیدیم. خب از خود بشیر جان پرسان میکنیم که میشه درباره اول درباره حکاکی در کل بگو، مثلا می حکاکی چی نوع یک کسب است و دیگه چی بود؟ منبت. منبتکار. بله. هر دویش یک معنا داره. یک معنا داره حکاک، یعنی همون کندن کاری، همون حک کردن میگن روی چوب یک چیزی. و منبت هم همون گره، پس به زبان فارسی هر دویش یک معنا. کندن کاری هم میگه. کندن کاری هم میگن، منبت هم میگن، حکاکی هم. چه زمان میبره اگر کس علاقه من شد و بخواه یاد بگیره و خودت در چه مدت زمانی رو یاد گرفتی؟ مسلکی جای درس خوندی؟ کار کردی؟ چگونه؟ خودم مدت زمان 3 سال عمومی خواندمش. نجاری عمومی میگن که دربر میگره، کندنکاری کلاسیک است، کندنکاری نورستانی است، این ساتک میبینین جالیکاری میگن. خواه دیگه این است. این سات کلان؟ بله، نجاری عمومی است و یک کار دیگه هم است که خاتم میگن. در روی از این چراغ ها ما کار کردیم. یک شبت این که ما ببینم؟ اینی چراغ های خواه است. خواه که در روی از این خاتم گفته میشون خطک های سیاک است. یک نمونه عادیش است که ما نمی کار کردیم. هم جالی کار کردیم هم خاتم. ای خاتم میگن نصر. خاتم. ای چراغ خواب است. بر اتاق ای داخلش که سفید سفید است میره خاتم میگه؟ نه نه چوبک های خط سیاه داره داریش. خواه یک رنگ متفاوت تر برش میگیره که برجسته معلوم شوه. و در داخلش هم چراغ کار کرده. داخلش هم چراغ کار شده. و یک چیز جالب معلوم میشه نه؟ اینجا خوب است برش سویچ هم چیز داره. بس ای که برق نباشه بالتی هم چیز میخوره. چار چی شما است؟ نه سوال خوب است نازم جان، بخاطر شرایط فیلی را پرسان کردم. نه یک نه چار چی هم است برق شما است. این شما جور میشه از چی؟ هر چیز نظر به مشرایط باید پرسان کنی. خواهی تو باید نصد من را بر راقام خنده میتونی. چون ما شما برق 24 ساعت بسیار مشکل است داشته باشیم. در 24 ساعت شاید 4 ساعت یا 5 ساعت داشته باشیم. دیگه از خاطر نازم جان این از این خاطر سوال کردم. خودت مجرد هستی اما برای کسایی که اولاد دار هستی چیزا که بالتی بخوره یا شو اتاق کم روشنتر باشه برای طفلا خوب است. دیگه از این خاطر من پرسان کردم. من سر دور فکریت یعنی جالب بود برام که این فکر بی برقی رو خوکری که باید در خانه اگر خریداری شد باید یک چراغ چارجی باشه که در چارج لازم جان ایره. من دیروز موبایلم بسیار کم چارج داشت. بالاخره تا او حد رسید که موبایل گل شد. ایره یک وقت برق آمد، ایره در چارج ماندیم، اصلا هیچ سفیدی روشن نمیشد. ساعت که گفتین چه مدت زمانی کار میشه؟ چقدر چند مرحله کاری داره؟ مرحله کاری زی اول چوب کشی است، کم چفتی کشی میشه در ماشین اره. خب بعدا کار دیزاینش روی کاغذ انداخته میشه. و مدت زمانش تقریبا یک 3 روز در بر میبره. 3 روز. و رنگ چوب رنگ طبیعی خود چوب است؟ رنگ فقط طبیعی چوب هم است، فقط یک کمک هم رنگی سرش اضافه کردیم. چوب هم معمولا چوب ها است یک رنگ نمی باشه، رنگ سفید و زرد و هر رقم به خود می داشته باشه ترکیبش. باز یک رنگ بعض کسا که فرمایش میتن میگه یک رنگ باشه، باز یک کمک هم رنگی برای چوب استفاده میکنیم در رنگش که یک رنگ معلوم شد. بسیار خوب. نصر جان خودت چند نوع چوب میشناسی؟ سوال از میمون اگر داری بفرم. من ارچه و بلوط میشناسم بس. خب ارچه و بلوط استفاده نمیشه در کار. یکی هم ارچه است که ارچه بر سوخت است، او هم استفاده نمیشه که از ریشه درخت میباشه یا از نزدیک ساقش. و این ارچه که شما میبینین ارچه 0 است، چوب طلایی در تمام و جهان مشهور است. چوب فکر کنم فرق دارن نازم جان. فرق دارن دیگه. چوب ارچه و چهارمغز و پنج چنار هم کم کم در استفاده میشه، اما در چیزهای تزینی چوب چهارمغز و ارچه استفاده میشه. در حساب در مسلکی شما بهتر میفهمین، ولی کدام چوب داشت یا استحکامیت خوب داره؟ یعنی در محکمی چوب زیاد چوب است. مثلا چوب چهارمغز است محکم است، باز از او که بالاترش چوب شیشم است، باز از چوب شیشم چوب شنگ است. باز اگر پایین بیایم از چهارمغز به پایین چوب پنج چنار است که ما کم از زیادتر، باز از پنج چنار در حده آخر چوب ارچه است که در چیزهایی که مثلا میز چوکی و چیزها به ندرت استفاده میشه که
صحیح جوینت بندی شوه، محکم کار شوه، خراب نمیشه. اما ای که در چیزای تزینی زیادتر ازش استفاده میشه و در خانه در دیوارا استفاده میشه، در مسطح خانه از چوب هرچه زیادتر استفاده میشه. در افغانستان بسیاری از مردمایی که زیادتر اگر پولدار هستن استفاده میکنن. یعنی هدف می است که برای بعض چوب هاست که شاید برای چیزای تزینی به کار نره. یعنی انواع چوب زیاد است، مثلا چوب خار نه که میگنش، بله بله، او بازوگه برای تزین استفاده نمیتونه. نه برای تزین استفاده نمیشه، فقط در داخل کار مثلا در فرنیچر اسکلت بندیش میشه، باز دریش مثل این کاوچ است. چون لحشم نمیشه. او یک دیزاین خاص هم نداره اونقدر. در کارهای عادی استفاده میشه اما در کارهای تزینی استفاده نمیشه. خب دستاجار خودت سوال داری؟ من گپ بزنم نزنم. بفرما، من گفتم سوال داری بفرما. نه نظر رو قصه دیگه میگم. خب اینجا ما بشه جان چند نوع چوبه میبینیم؟ مثلا تو جای چهرتن ما خود زیاد چوبه نمیفهمیم، اما اینمی چوب که هست ای به نظر من محکم تر معلوم میشه از دیگه چوبا کده. دیگه میشه که درباره همین چوبایی که همینجا موجود است بر ما بگیم، این کدام نوع چوب است، کدام نوع چوب است؟ دو نوع چوب است، چوب چهار مغز است و ارچه است. این چهار مغز است؟ بله بله. معلوم میشه از همی چیرش معلوم میشه که این محکم تر است و یکم همی وزنش هم خوب شد که نوعیت چوب اینا شناختی. حالا من پرسان کنم که این چی است، چی کاربرد داره و ای اگر ما قرار باشه که برای خود خریداری بکنیم چقدر قیمت سر از هزینه میه؟ ای یک استند است که در قسمتش موبایل مانده میشه. خب اینجا موبایل؟ بله. این تو؟ از اون و پایینش جای چارچرش هست و در پشت سر از امی جای موبایل بکسک جیبی مانده میشه. کجا؟ این اینجا؟ نه در پشت سرش، پشت سرش. خب اینی قسمت؟ این قسمت بکسک جیبی مانده میشه، در اینجا کلی یا گوشکی موبایل چیزا مانده میشه، در این استندکی بالا از این عینک مانده میشه و در اونو بریدگی که هست، بریدگیش ساعت دستی را باز میکنی، من در جنگام خانه می استراحت میکنی، تمام وسایل تا بالا از این میمونی. یعنی کلش جمعه؟ وسایل جمعه. دیبر توز دیگه؟ قیمت از این دیگه بر داخل افغانستان 2500 افغانی است. بر داخل افغانستان؟ مخت داخل افغانستان است. با کسایی که خارج باز فرمایش میتن بر از واقع قیمت تر میگه. بخاطر به هموطن های عزیز ما تخفیف میتن که 2500 کنیم. 2500. این نصر جان. امیده چوبش پیدا میکنیم، خود ما جور میکنیم قیمت بود یکم چوبش چیکو برحال. و این ساعت هم ساعت تزینی است که از همین چوب کار شده؟ بله بله، این ساعت سرمیزی است، از چوب چهار مغز کار شده. نازم جان اینجا پیش روی من یک چیز است، این خود کلش چیز کندنکاری و حکاکی بود اما این فکر کنم متفاوت است. مرا که ببینم برای ببینم یارب نوشته است اما فکر کنم این نقاشی خودت خطاطی هم میکنی راست حساب یا نه؟ خطاطی بسیار کم خطاطی میکنم. خب دیگه یک نمونه کار است خطاطی شما کردیم و امی دیزاین میناتوری شه که از دختر خانوما دوستا بودن شاگردا بودن که کار کردن. خب و چوکات هم خودت کار کردی؟ گفت چوکات هم خودم کار کردم. خب کلش تمامش کار دست است. خب بسیار مقبول است یا رب بشک و میناتوری و خطاطی آنچه که با دست کار میشه دیگه واقعا با ارزش و از لحاظ دلانگیز است. شام دلانگیز است گفته خودت و برای خانه و برای تزیین چیزهایی که تزیینی است یا چیزهایی که با دست کار میشه بسیار فوق العاده معلوم میشه. وقفه میداشته باشی؟ خب گپ است. از اون بیننده چیزهای زیاد اینجا هست، چراغ خواب است و میوه‌دانی است، شاید من اشتباه گفته باشم ولی معرفی خود کردیم و میبینیم که چگونه ساخته میشه. در ادامه برنامه هم روی شما اجزاره خواهان هستیم. خوش آمدین اجزار، ادامه برنامه خودتان برنامه گپ نو در خدمت شما هستیم و مهمان ما هم جوانه که اینمی کارهایی را که در استیدیو در بخش اول هم معرفی کردیم برای شما این کارها را انجام دادن و شطرنج خویات داری؟ شطرنج، شطرنج یک بازی بسیار سخت است. من اونقدر بلدیت ندارم. یاد نداری. ایرم کار خودت از دیگر راست خسای. شطرنج هم کار خودم است. خب. دیگه ایام از دو نوع چوب ساخته شده. چوب کمک بلند ببینین که دوستان ببینن. چوب چهار مغز است که چوب پنج چنار، چوب پنج چنار کمک سفید رنگ است که میخونه های سفید و سیاهی از هم تفکیک شه متفاوت باشه که به خاطر از رنگ طبیعی خود چوب است، رنگ استفاده نشده. هیچ رویش سپری و ارنس چیزا هم استفاده نکردین؟ نه نه. بر جلایش
بخی همون تو باندین که طبیعی بانه بله بسیار جالب است. خب یک تخته در پایان کار شده و از این توتگه کار جدا جدا استفاده کردیم. اصل پیشتر که گفتم تان با حساب خاتمکاری امی هم در جمله خاتمکاری میه خاتمکاری میه این یک کم کم دیگه چی میگن یه بلد شه خاتمکاری اینی را میگن که هینه واضح تر شد که اونا را اصیل افغانستان از مردم کابل زیادتر از استفاده میکنن که خدا ببخش دیگه استاد بزرگوار ما را استاد عبدالهادی که امی مسلک از اونا آموخته. در از مردم کابل یادآوری کردین در خانه ها و در دروازه های سابق و قدیمی که وقتی در ساحات حال خواه اکثرا در بین شهر خانه ها و بلند منزل ها زیاد شدن استاد جان، ولی امو ساحات که مانده از گذشته های کابل مثل شهر کونه و مرادخانی و اینجا همو کندنکاری ها هست نه؟ بله یعنی چقدر با ظرافت کار شده؟ ما همی مسئله که در مدت 3 سال در مرکز آموزشی اینستیتوت فیروزکو خواه اونجا که همی کارها را میکرم دیده ما 3 سال به طور مسلکی باز فارغ شدیم دیگه خودم هم تقریبا 2-3 سال تدریس کردیم شاگرده تقریبا 60-70 شاگرد فارغ دادیم. مدت آموزششان 6 ماه بود از طرف بعضی یگان موستا و در قسمت از این که ما چی کار کردیم برای خاطر از این هنر یکی شاگردار آموزش دادیم و دیگر 2-3 چپتر آموزشی چاپ کردیم از خودت به کمک یکی از نهادهای خارجی و به همکاری وزارت کار امور اجتماعی که فعلا او در اینستیتوتایی که بخش نجاری درس داده میشه از او چپتر استفاده میکنن که هم در بخش نورستانی توضیحات زیاد در او چپتر داده شده در بخش پنجره و کلاسیک هم. بسیار خوب. اونجا یک نصر جان پیش از این خودت سوال تا بگی اونجا یک چراغ از پیشتر از چراغ های یادآوری کردی میتونی نیره به خانه به برقتان بخری بسیار نه وام لاین میخرم نه اگر ما بگیرم نازم جان او ایچیس ما چون ما تر چوری کارت پیدا کردم اینی نه ما خوش کردم چون یکم از امی اندازش هم خورتر است. خیر با نصرت جان باز یک دونه چارچی جور میکنه چارچی ما چوری کارش تو وقت که خودت برات چارچی جور کنی پیدا کردم دمی سر زیر زمینی 50-50 رو پچ آقای دستیر نازم جان شما تو میگی فقط فایده مون نفر اوم شوا در کدام جای دیگه زندگی میکنی چون اولین چیز در افغانستان یک چیز برقی که ساخته میشه برای فعلا او یک رای دیگه هم بر از اون میشن که اگر برق نباشه او چی رقم استفاده شده بسیار مقبول. بعضا امی جنس ها را از کشورهای خارجی یک دو فرمایش میتن موزمی چراغ ها را ما به خاطر از اونا ساختیم که معمولا کمتر در افغانستان کسی به می صنایع دستی علاقه ندارن و قدر چون نیازهای اولیشان هم خرج خوراکشان است به خاطر کشورهای خارجی ساختیم که برق فریمان داره اونا باز به افغانستان اگر کسی خواست برش چارچی میسازیم. خوب گپ است. بسیار گپ خوب است. اون اونو هم یک نوع از چراغ است. در موردش راسخ صاحب بگوین که او چی نوع چراغ است با کدام طرحش چطور خواستی که اتو متفاوت‌تر از این چراغ‌ها باشه بیخی ترایپاد کمره واره طرحش دیگه از این چراغ‌های خوابه که پالی سایت تیبلای تخت خواب مونده میشه از اون طرح گرفتیم متفاوت طرح هندسی است یک شکل جور کردیم که بسیار همون منظم آمده و کار شام کار جالی کاری از دیگه پنجره میگیم در افغانستان یک دیزاین خاص است زیادتر مردم هایی را خوش کردن و یک نمونهش است که مجور کردیم در شاپ می داشته باشم و فرمایش کرد که از زیادتر از این تقریبا بر سایز هم که بخواین میشنه بر سایز هم بخواین برشان جور میکنه این سایز خرد است. اینیا میوه‌دانی است نست جان؟ میوه‌دانی رو خالی آوردی؟ میوه‌دانی است اگه اشتباه نکنم نه؟ بله میوه‌دانی است. باشی جان راسخ میوه‌دانی است. چطور است از صنایع دستی هم در خانه استفاده می کنید؟ مثل قالین وطنی مثلا این چیزا این چیزا رو داری در خانه؟ نازم جان ما صنایع دستی رو بسیار خوش دارم اما قسمی که بشیر جان گفت همین صنایع دستی قیمت تر از دیگه بله دیگه چیزایی که مثلا میوه‌دانی دیگه در بازار بخری شاید 500 یا 300 یا 400 اما شاید قیمت تر باشه دیگه از اون خاطر شاید بتونیم بسیار کم از این چیزا استفاده بتونیم. بله به خاطر از اینکه از قیمت تر است چون که وقت زمان میبره کار دست از کار ماشین نیست و دیگه یک ذره اصولام کار داره به این کار کار دست معمولا دیگه قیمت همین چند قیمت داره این میوه دانی همین دیگه بر خود افغانستان 1000 است فیدانش فیدانه اگه تو 1 درجن
یک اگر قرار باشه که یک درجن چه بخری حساب کن. حالا پیشروی تو عمل 5000 افغانی تنام میوده نیست. خب ارزش شداره کار دست کست نسا جان ارزش داره نه؟ یک ارزش از لازم معنوی زحمت کشیده شده برای کار شده و او خاطر یک ارزش خاص خود داره. امیرم میشه که بگیری نازم جان باش کنم؟ بخیرم برای لاکت دانی تو هست برای بعض چیزای معلوم میشه برای بعض چیزای قیمتی هست که میتونیم نگاه کنیم. این قوطی که برای جواهرات گفت باکس میگن یا تو قوطی های تحفه گفته میشه که هم میتونی ساعت دستی دهی برنی برای کس تحفه بدی لاکت مثلا تسبیح های قیمتی من از سنگ های قیمتی ساخته میشه میتونی برای اگان تا تحفه بدی ازر توفیت با ارزشتر معلوم شد باز دهی میتونی برش از یک تا بگی نازم جان چند وقت بعد سالگریم از بخیر تحفه خو میتی دیگه حتما چرا نی ما در افغانستان کندنکاری سنگ هم داریم نی تفاوت ای کار او کار مشکل تر است یا کار روی چوب مشکل تر است کار سنگ یک ذره مشکل تر وای است که توسط ماشینای ابزارهای بسیار خرد کار میشه حتما در یک شاید او ابزارش یک موتور استفاده شده یعنی اگر بلدیت با این کار داشته باشی باز روی سنگ هم میتونی یک حاکی بکنی اگر او ابزارش باشه وسایلش میشه بلدیت در این کار که داشته باشی میتونی با او کارم زیاد و تا مدت زمانی را نمیبره چون آموزش امی حکاکی را خواندیم دیگه چی روی سنگ باشه یا چی روی چوب فقط مراحل هم ابتداییش که چگونه از ابزارش استفاده شد آموزش هموش مهم است مثل تئاتر و سینما رو یک کمه که بله. کسی که در سینما کار کرده باشه میتونه در تئاتر هم یک آشنایی داشته باشه یا تئاتر در سینما اینی میگفه داره نه؟ شباعت های خود داره تمثیل است به هر حال روی قدامت تکاکی بخصوص در افغانستان اگر صحبت بکنی که مثلا از چه زمان ما آمدیم و حکاکی رو آورده مردم افغانستان چون شما مسلکی خواندین اونا گفتین کارهایی که در مرادخانی هم شده او بازسازیش هم کسایی کردن که در تیم کاری شما بودن اما تو راست نه؟ بله بازسازیش هم کسایی کردن که پیش از ما اونجا درس خواندن و از طرف موسسات خارجی بازسازی شده و قدامت از این بسیار بر میخوره به زمانی که نورستانی ها مردم نورستان هم میکندن کاری نورستانی مختص به مردم نورستان است زمانی که نورستان اسمش به کافرستان بود وقتی که مردم ایمان آوردن اسم نورستان هم از کافرستان به نورستان تبدیل شد از اون زمان ها مردم نورستان افغانستان دیگه به کار حکاکی و کندنکاری آشنایی داشتن بلدیت داشتن و کندنکاری اصل که قدامت تاریخی شکل بوده این از دوره های مثلا از دوره شما... زمان اجر انسان میگن از دوره که ما هست. چند دوره داشتیم نه یعنی سیر تحول که ما شما در تاریخ معاصر مطالعه کنیم نصرت جان ما دوره سنگ داشتیم درست از دوره فلزات را داشتیم که همش از کندنکاری است مثلا سنگ کندنکاری میکنن که مثلا از او چاقو یا کارت جور میکردن یا مثلا دوره سنگ قدیم دوره و سنگ میانه سنگ جدید است قرون استا اینی تمامش دو است ولی ما خواستم که در افغانستان بگیم خب بسیار زیاد تشکر فکر کنم که یک ساعت دیگه هم است نصر جان بر خودت خوب معلوم میشه اموجا یک ساعت است چشم تو اما... از اوجه اگر خمچشم باشه که سن از اوجه معلوم میشه چشم نه یک ساعت کلاسیک است کلاسیک کابلی در استفاده شده و کلاسیک کابلی کلاسیک کابلی اصیل است که از مردم کابل استفاده میکردن ما کلاسیک 3-4 نوع کلاسیک است کلاسیک تیموری است کلاسیک غزنوی است کلاسیک اروپایی است و کلاسیک کابلی است ای پیور کابلی است خالص ای خالص کابلی است و دوره از این نورستانی کار شده چرمک میگن چرمک نورستانی کار شده ای از دو نوع چوب کار شده نه او چوبش یک چوب است چوب چهارمغز است فقط رنگش فرق میکنه چهارمغز سفید و چهارمغز سیاه استفاده شده و یک جلای خاص داره نه می خود چوب چهارمغز وقتی که درست این تراش میشه جلا پیدا جلایش پیدا میکنه فکر کنم کار که میشه بعد از کار ریگمال میشه بعد از ریگمال با یک سیلر میخوره بعد از سیلر باز یک ریگمال میشه بعد از یک دو قلم دیگه سیلر پوشیده میشه که یک ذره جلای خود میکشه و در ضمن چوب چهارمغز یک زیبایی خاص خود داره در وسط جهان چهارمغز افغانستان همچنان چوب هرچی افغانستان ها
این نیاز به ورنس میگن نه؟ ورنس یا نیست؟ اگر نیاز به این نیست که رنگ خود طبیعی چوب هم از این خاطر مورد پسند تمام مردم جهان چوب افغانستان قرار گرفته. همین اجناس ما بسیاری جا اروپا، امریکا، آسیا، بسیاری جا صادر میشه. به اندازه بسیار کم چون که بازاریابی نیست، امکانات نیست. ما از اون امکانات کمی که داریم از اون استفاده میکنیم. همین هنر خود به دنیا معرفی میکنیم. یک سوال آخری ما داشته باشم نمیدونم فراموش نکنم. ای چوب شخص شما هم کندنکاری یا حکاکی میکنین، این ساعت که در این نصب شده، این ماشینش رو طبعا از بازار خریداری میکنین. بس این ساعت به خاطر که بسیار یک چیز با ارزش است، اگه ای ساعت از این مشکل پیدا کنه بس این دوباره تبدیل میشه؟ این ساعتش ماشینش از بازار خریده میشه، ساعتش که مشکل پیدا کنه تبدیل میشه، از اون پسر جای داره تبدیل میشه. این ساعت های دیگه واره، فقط ماشینش و ماشین ساخته شده و چوب شما میسازه مثل ساعت های دیگه واره. بسیار خوب. این ساعت، ساعت است که دیزاین اصلی کابلی را داره. اینجا شگفتین که دیزاین نورستانی است که نامش گفتین چرمک است و ساعت است که ساعت دیواری بسیار از چوب چرمک ساخته شده. تشکر از حضور خودت. راسخ صاحب پیام گفتنی اگر باشه مشنیم. دیگه در غیر از او دیگه باز با دوستا خداحافظی خواد کردیم و بخشای دیگه برنامه رو تقدیمشان خواد کردیم. پیام ما به هموطنهای مهمی است که صنایع دستی از کسایی که هنرمند هستند و صنایع دستی کار میکنند حمایت بکنند تا ما رشد بکنیم. اگر توان شام ندارین حداقل یک چیز بسیار کوچک شه خریداری بکنید، ما حداقل خوش شیم که این هموطن خود ما از صنایع دستی استفاده میکنند. هستن بسیاری کسا از هموطنان از این هستن که استفاده میکنند، تشویق میکنند. تشویقشان هم خوب است، اما کمی که استفاده بکنین ما زیادتر رشد میکنیم تا اینکه مردم بیرون استفاده بکنن. شما هر کسی که در خانه هایتان از صنایع دستی استفاده بکنین، هر کسی که از خارج یا از هر جای بیا دفاترتان استفاده بکنین، ساعت، میوه‌دانی، چراغ خواب، هر چیز در خانه هایتان، هر کسی که از هر جای بیا، یک تاجر بیا، یک مهمان خارجی بیا در دفاترتان، همین صنایع دستی افغانستان اگه ببینه بیشتر آشنا میشه با دنیا. یک چهره نو، یک چهره بسیار هم تو عالی معرفی میشه ما. عالی است. بله. انشالله که هم همتنه ما به شمول ما و نصر جان، ما خب بس چیزاران به خانه آمدی استفاده میکنم و حتما نظر به توان خود از صنایع خود، صنایع دستی افغانستان استفاده خود کردیم و صنایع دستی همه ما فرض ماست که باید حمایت بکنیم و منعیس یک هموطن ما از ای عزیزایی که زحمت میکشن باید حمایت بکنیم. تشکر از همراهی شما، تشکر از اینکه بیننده بودین. تا اینجا ما را وقفه می داشته باشیم، برمیگردیم در ادامه برنامه صحبت ها، گپ های دیگه، بخش های دیگه برنامه گپ نو همچنان ادامه خواهد داشت. بازم به ادامه برنامه شما عزیزا را خوش آمدید میگم و در این لحظات برنامه برای شما عزیزا یک کمره مخفی بلند بگو عزیزم، نشنیدم. ایره به مکشنش گفتم یک کمره مخفی. نصر جان ابرو مقوس برای شما کمره مخفی تقدیم میکنه. برمیگردیم در ادامه با شما عزیز خواهد بودیم. خواه مادگی کاکور آفرین، بچه های درس خان هست. چه خودت چی تکلیف داری؟ خیریه های چه رسید؟ یک تردیرات دارم. ها؟ تردیره. یه بیمه نمیشه چی میشه اگران دانه بود میشه. خواه تو بگی نامش خیلی. نام چی است رئیس؟ حبیب الله. حبیب الله؟ حبیب الله. ای چقدر وقت میشه که تو شدید؟ تردیره یک سال میشه قریب. دوم میشه بس پاس نمیشه. نفس بکش. خب بزور بزور. نفس حمیق بکش. نگه. یاد نوشته کن تیتانوس گرفته شه مرز شه تیتانوس نوشته کن ولد کسی؟ ولد جمعخان. جمعخان جمعخان سن چند سال است؟ ها؟ 19 ساله بیده. نه یکی رو بگو 22 یا 19 ساله؟ نه 19 ساله خواهیش که. نه 20 ساله. ها؟ 20 ساله است. 20 ساله. سویه؟ تو واسکو دانتا؟ دندانای از یا موسیقی؟
ننانشم به سر صحابه نمیشید ننانه چند دفعه در 24 ساعت میشه؟ 24 ساعت یک دفعه میشه یک دفعه میشه یک دفعه؟ یک دفعه کفایت نمی کنم یال من از این منگایش مالو میشه 4-5 روز میشه نشوشتید من غفلت دیدی ها؟ چه رقم برسه میزنی تو یا ای تو؟ نه برسه که میزنی تو به شخصه که کنجای دندان مکمل کلش بند است خب نام یا شگریفت سنش چند؟ 20 ساله بگیرم 20-21-22 ها؟ 20 ساله خب جنسش ها مرد است دیگه نه؟ خب سعیسته چیز شماره یک بزنش هم؟ شماره یک در اینجا دست شام نوشته که شماره یک شم این اینجا نوشته که کناره آه خیلی چیز که خیلی همینجا باش لالا که چیز است چند تا مریضا چهار تا کشه و باز مده موتر مندازه میبریم که تو اگه میتونی بری تو در مکتبت برسنی از تو کارت میشه شکر جور هستی یک تو باش خیلی فهمیدی؟ ها؟ سعی که خود تداویت کنجا شد فهمیدی؟ در شفاخانه این شفاخانه مریض های گوناگون خب این از طرف ساعت هم هست که همی کسایی که مریض دار هستن پشت خود نمیگرده اینم تو پشتت نگشتی حتما همی را تداوی نکدی سعی که ملم حتما از دواخانه گرفتی سعیست نی؟ از کلینیک چه رقم؟ دکتر جلدی بود؟ نه وقصد کلینیک بوده دیگه او یا خب بنام کلینیک جور کردن دواخانه هم کالبوری دوا داده میرید سعیست نه؟ میگه نه برازی مرزت خوب است برازی مرزت خوب است 40 مرز دیگر در جانت آغشته میکنه چیز که خیلی اینجا باش که ما دکترهای ما کلش چیزی که از خارج آمده خب؟ کلش از خارج است فقط ما را میگه که برای ما معرفیشان کنین که ما تداویشان کنیم باز جا که رفتی دواوی های تمیتی تا خب؟ دواوی های تمیتی تا بعد از او باز کورس تا برا یک روز در کورس نرا شفاخانه برا بر ضرور است سعیست بیا اینجا استاده شو اینجا یک باش تو برا دگه بیا در خیلی ها؟ آه دگه خواه اگر کدازی تو میگردی تو باش که تو را نگرفته باشه چی؟ این در بغل تو هم یک چیز بر آمده این چی هست؟ خال است خال چی؟ خال خدایی است خودت زدی از او؟ نه خودش بر آمده تاتو که میگن از او کردی یا؟ نه خودش هست خال خدایی است خدایی است سلام باش کجا میرید؟ ریاست معارف خودت در او چی استفاده میکنی؟ داره میچی؟ خیلی چطور اینطوری تا خراب کردی؟ ها؟ سایه است. سایه است. چرا اینطوری تا خراب کردی؟ ما دکترای سرحدی استیم خب؟ از وزارت صحت‌عام هستیم. ما می کسایی که تکلیف داره ما در شفاخانه که مریضای گوناگون میپذیرن اونجا میبریم. ریشته کده چی؟ کده پل کل میکنی یا ماشین؟ ماشین داشتیم، ماشین یه درک خراب شد از خود اونه مو کاسی را مو باشه این جلده تا بخی خراب کده یکی کم خون هم از دار نه سایکو چیزی که مفاد باشه ما شما را دکتر میگه چیزی را که نقص کنه برای مخ نمیگه نه؟ سایکو ریایت مکمل خوش شده این کلش تاثیر ای چی استفاده میکنی خدا؟ ای چیز استفاده نکرده مواصلی ای چیز نمیکنی استفاده نمیگم اگر استفاده کنم اگر نگم کنم ایتا نه سنه ما پوف کو نه جو یک امو پوف کو سنه ما هر سیب نفستنگی مشکل تسمنه باز وقت پان میزنین ایچ چیز شکر خدا یکان دفعه خب کده رفیقا که بند چه نه فقط در این مارکت هستیم، این مارکت بلندتری داریم سر شمالی ولی هم ریاست مارکت سنه تا چند ساله گفتی؟ نه دیگه 18 شده باشم دیگه هیده دیگه 18 سالگی سر تو سفید شده، چرا؟ این نظریس، یک بیدر کلان ما هست نظریس، این مارکت کلان هست موی سفید چی نظری داره؟ من دیده بودم که تا دم به چوتی وار کشال میکدن مردم او را من نظری میگفتن، نه؟ مگم بیدر ما سایمه که یک سال کلان هست
بوی سفید نشده خب سیاسیت بدرک من خورده همین 13 ساله 14 ساله از قبلگاه صاحبام سفید بود؟ خب خیزاتی سه شما؟ همین دو بیدرها دیگم یکی خودم یکی بیدر کلانم سفید شده بویای در چه قواقبات میشوید؟ مهمه؟ همین پری روز همون کنم بیرم پری روز؟ دکتر سید کم کم سفرو رو شار توجه نمیگیری هم مریض شان جلدی نمیشته کنین خب جلدی جدی نمیشته کنین که باز امروی شان با مرد چند ساله گفتی هستم؟ 18 دیگه شده 18 18 نخواد باشی خیلی 17 دیگه نه کم نمیتونیم 17 خواه شاید تو رفیقت باشه نه خود باید ها؟ چند ساله هستی دوستو؟ نه حالا خودت امور چند دقیقه خیر بانشه که خیر راجسترت خلاشه خواه چی کنیم خیر خودت اینجا باش امرای ما با شفاخانه برو حتی ما میدیاستن ما رو همین پاچه نه ما نمیتونیم ما یک دفعه که مریض راجستر کردیم باز دیگه اینه فقط چهار مریض که ثبت کردیم باز ما شما رو در موتر انتقال میتونم همکارم باز دیگه پشت دیگه مریض میگرده باز چیز است باز ما چی میکنم اون او موتر ما رفت مریض ها رو برد از او جد دیگه هم کارهای مستجم میکنه از پیش پنتون چیز میکنیم خودت اینجا استاده باش اینجا که این دی بغل استاده باش کمی چهار مریض پوره شوه باز خودت هم میبریم مرم دکتر سی بلا مشکل جلدی زیاد است زندار است یا مجرد؟ مجرد هم نکدی اقدام خب باید رست کاش که پیش از این که کارا شده بود اقدام میکدی تا بال بر جنجال هم جور نمیشه یه رفت سعی کتون اونو ما مرا افشا کدن افشای دون کرد آوالا یک دقیقه تان شوخی میکردیم اگه نماندن ما رو در کار ما خفه نباشی اونجا کمره مخفی داشتیم یک دقیقه بازار رو تان میدادم نام خدا بسیار برنامه خوب داره نمیشه وقت در فیسبوک در یوتیوب برنامه تان میبینم زنده باشیم بسیار خوب کمرای مخفی یک معنادار است مردم دیگه هست که کمرای مخفی جور میکنن جار. مگه معنای خاص نداره صرف مردم آزاری قربانتا. از شما یک معنای خاص داره مثلا همیال دوست ما میبینین یک هم بر شوخی میشه هم یک معنای خاص خود داره قربانتان بخیر باشی سلامت تشکر لطف کردید بخیر باشی ببخشید یک دقیقه شوخی کردیم کردیتان خفه نباشید سلامت خداحافظ خیلی چیز کو ما یک دو دقیقه کمره مخفی داشتیم میخواستیم کردید شوخی کنیم یک جند دقیقه شوخی کردیم کردید خفه خونه شدی نه شکر سلامت جور تیار هستی شکر که جور هستی بخیر باشی خفه نباشی تلویزیون آریانا هست فقط خواستیم یک چند دقیقه کمره شوخی کنیم بخیر باشی برو خدا حافظ به هم بخیر او ګرځیدای پرختیا هم خیم جان ډیر زیار باسی او په دې شرایطو کې چې خلک په خارو بازار کې یو سستون زلري نو خلکو سره د زیار باسی او کمري مخفي سبتوي په دې هله چې خیم جان لستون سره مخ نشي او د بریالیتوب دعا ورته کوو استا یخن کاق او پرده هیڅ توپیر نکېږي ولی پرده چې یخن قوم مقبول اس یعنی ډیر اندام خوب شوه یخن کاق دی خو کوچنی ورور نه خستلې دي څنګه نه فټس باډي فټر مګنګا کوټه نه دي نه باډي فټس دي خو هم خو خو نه چپن نه می پوشم هم خو می پوشم یګون دفعه چپن می پوشم نو خیر یا باز هم خو خو است دیگه ما یکم لاغر شدیم شاید یکم از اون ویل نه یم برنامه هم شک تقدیم سال کردیم تا برنامه بعدی که محبی و ناظم با جمعی از همکاران نساجان که ایهان خدمت شما حاضر میشیم شما را برای پاکل ازال مسپاریم شما را تماس برنامه و چینل یوتیوب هم برای شما نساجان یادواری میکنه شما را تماس برنامه 0700-151-116 میتونیم واتساپ کنین و یوتیوب تلویزیون آریانا سابسکرایب کنین بل بتن یا زنگ ولګه کی ته فشار ورکړئ ترڅو هر خبرونه په آرینا ټلویزیون لایو سټور یا افغان ډیلی او داس نور چینلونو چې دی اپلوډ کیږي تاسو د غلیدونکو وسې تر بیا ول خبرونه بریالي وسې الله مو ملشه ډیره ونه خدای پامان خدا حافظ